درودی دیگر و درودی برتر در روز پنجشنبه سیوم ماه نوامبر 2017 برابر با نهم آذر ماه 3755 آیین زرتشتی 2726 مادی ایرانی 2576 از آغاز پادشاهی کوروش بزرگ 1396 کوچی محمدی یا اسلامی و 1386 یزدگردی. امیدوارم شاد و تندرست باشید و در هر کجای جهان که هستید روزگار رو به شادی و خوشی سپری کنید و اگر چه آسیب دیدید هم میهنان گرامی کوشش بکنید با اندیشه باز با این آسیب ها برخورد بکنید و هرچه بیشتر سازندگی داشته باشید و همیاری و همکاری. همچنان که پیمان بسته بودیم و قول داده بودیم امروز میخواییم درباره زمین لرزه گفتگو بکنیم و اندکی نقش آموزش ها در کودکی به مردم و در ساختمان سازی، چگونگی ساختمان سازی، در کجا ساختمان سازی و چگونه ساختمان سازی گفتگو بکنیم و دید کارشناسان را هم نگاه بکنیم. در این زمینه نخست آغاز میکنیم به آموزش به کودکان. یادمون باشه که زمین لرزه و یا جابجایی زمین یا لرزش زمین به اندازه بزرگ یا کوچک چند گونه رخ میده. یکی که از راه زیست بوم و طبیعت که در نخستین برنامه که درباره زمین لرزه کرمانشاه گفته بود کردیم یادآور شدیم که این گسل ها این لایه هایی که هستن یه گونه ای هستن که مانند یه سنگ بزرگ باشه که گمان کنید یک گستری بزرگ که اینها همش با همه و جابجا میشه. این به انگیزه فشار و بر اثر فشاری که میاد برای نمونه به این سو میره به اون سو میره فشار میاره میکشه بالا خودشو یا میفته پایین اون یکی سر جاشه. یعنی اون سر جاشه این یا خودشو میکشه بالا یا خودشو میکشه پایین یا هر دو با این سو اون سو میدن یا یکیشون به این سو اون سو میره. این فشارهای گوناگون و نمونه هایشو دیدیم در همون برنامه هم نشون دادم نمونه هایی رو و در بین راه ها که سفر میکنیم چه در ایران چه در جاهای دیگه ای که آتش فشان داره یا زمین لرزه داره میبینیم که برای نمونه یک کوه که هست این ردی سنگریزه ها که هست یک جایی کمانه برداشته رفته بالا و اومده نیم دایره شده. این همون فشار هاست که اینها رو جابجا میکنه. پس یه بخشش طبیعی، یه بخشم آزمایش هاست، آزمایش های اتمی و همانند اونها. یکی از انگیزه های دیگه که خونه ها رو میلرزونه و آسیب میرسونه برای نمونه خونه کنار راه آهنه و راه آهن بارهای سنگین میره و این لرزش درست میکنه و یا هواپیماها رد میشن و اگر که بخوان دیواری صوتی که بشکنن دیگه اون یه چیزی که همگیر خواهد بود. یا اینکه در کنار یه ساختمونی که برای نمونه سه اشکوبه سه طبقه است اومدن میخوان ساختمون 20 اشکوبه یا 20 طبقه بسازن. خب این که سه طبقه است یا دو طبقه است یا یه طبقه زیرساختی نداره، این زیرش آنچنان پیریزی استوار نکردن براش چون گمان نمی‌کردن یه کسی بیاد این همچین کاری بکنه. اینجا دیگه قانون هست و دولت هست که باید هوای اینا رو داشته باشه که در این جمهوری اسلامی بیشتر آسیب هایی که ما داریم میخوریم از این رژیمه. یعنی رفتن این رژیم بسیاری از کارها رو نمیگیم همه ساختمون ها رو خوب میکنه، کار رو بهتر میکنه دیگه، میاره از سر صفر هم اگه آغاز کنیم دیگه پس از صفر به بالا میریم، اینجوری صاف نمیریم یا نمیفتیم پایین. خب یکی این که این خاکبرداری هست، یکی که ساختمون رو در جای نامناسب درست کردن. برای نمونه میان در زیر یک کوه سنگ‌های بزرگ صخره‌های بزرگ داره اونجا خونه می‌سازن. خب جای زیبایی چشم‌انداز داره. هنگامی که این جا در سر راه گسل‌های زلزله خیز هست، رانش زمین داره، خب این همواره این بیم و خطر هست که اگر لرزشی به وجود بیاد، رانشی به وجود بیاد، از اون سنگای بالا بیاد پایین و آسیب برسونه. من حالا توی برنامه اینا رو میگم. یکی که بد ساختن ساختمون ها. پس در کجا ساختن و چگونه ساختن و دانش و فن اینا همه اثر میذاره.
چند نمونه براتون میارم، یکی که گفتم در کجا میسازیم. خب در شاید چند دهه پیش از این دانش بصر درباره گسل ها شاید به اندازه امروز نبود، دست کم در کشور ما. امروز این دانشو داریم. از گذشته میدونستیم سوای دانش امروزی که ما در سر راهی هستیم که زلزله خیزه، زمین لرزه خیزه، و هر چند دهه یک بار زمین لرزه های بزرگی رخ داده و آسیب های فراوانی به ما رسونده. خب توی این راه یه برنامه ریزی های کرده بودن که با دانش سازگار بود و داشتن پیش می‌رفتن که این زمین لرزی بزرگ 57 اومد و همه رو به هم ریخت و دیگه دانش و فن و اینا هیچی، به جای اینکه توی مغز نگاه کنن روی سر، یعنی توی سر رو نگاه نکردن که این آدم توی سرش چی هست. برای نمونه این آقای دکتر عکاش است، دانشمنده در زمینه، کاری ندارن به اونی که اینجاش روش داغ داره، این داغی که داغ مهر، داغ بردگی، داغ نادانی، به این نگاه کردن. خب هنگامی که داغ نادانی رو دیدن، خب هر کی نادان تر بود اومد پست بهتر گرفت. اینها همه باید نگاه کنیم. ما بیایم آغاز بکنیم نخست بر آموزش به کودکان. نخستین کاری که باید بکنیم ما در رادیو تلویزیون ها و آموزش و پرورش، از کودکی، از مهد کودک به بچه ها بیاموزیم که زمین لرزه چی هست. زمین لرزه چیزی هست که رخ میده، فشارهای میاد، فشارهای گازی میاد، رانش های زمینه و بسیاری چیزهای دیگه زمین لرزه رخ میده. دانش بشری تا امروز نتونسته نه اینو پیشبینی کنه، نه پیشگیری بکنه، نه پیشبینی بکنه زمین لرزه رو، نه پیشگیری بکنه از زمین لرزه. تا امروز نتونسته، شاید یه روز تونست. آنچه که آموخته که چگونه برخورد بکنه با این زمین لرزه، این اونیه که ما باید بیشتر بهش بپردازیم. و در آموزش هنگامی که ما به نونهالانمون میگیم که دوست من، دختر کوچک، پسر کوچک، این زمین لرزه رخ میده، شما بدون این که هول بشی، پانیک بشی، گیج بشی، باید بدونی چه باید بکنی. درست مانند این که تو راه داری رانندگی میکنه، یه دونه گوز، یه دونه اسب اومد تو راه، خب اگه هول بشی هم خودتو میتونی از بکشتن بدی، هم اون جانور رو، هم همه یه ماشینای دیگر رو. پس باید بیاموزیم که چگونه بکنیم. اگر روی یخین رانندگی میکنیم چگونه رانندگی میکنیم، اگه یه بار ترمز میکنیم که میچرخیم و میزنیم، و این راه هاست. پس این راه ها رو در این باید بیاموزیم. یه بچه کوچیک، نوزاد که نه، یک نونهال، هنگامی که آموخت زلزله چی هست و رخ میده، خب رخ میده دیگه، اینا که رخ میده دیگه، ما باید ببینیم چگونه در برابرش باید یه کاری بکنیم که آسیب نبینیم و آسیب نرسانیم. خب این بچه از مهد کودک، دبستان و دبیرستان آموزش میبینه، و هنگامی که آموزشش هم میتونه خودشو در برابر آسیب نگه داره، هم هنگامی که یه کاری شد میدونه که این کشور، این جایی که این زندگی کنه، در سر راه زمین لرزه است. اگر مهندس شد باید اینها رو بدونه، اگر بنا شد، کارگر فنی شد، اینها رو باید بدونه، اگر در و پنجره ساز شد باید اینها رو بدونه، اگر نقشه کش شد باید اینها رو بدونه. و این همش خود به خود چون تو سرش نشسته اینو وادار میکنه که درست بیندیشه. پس این آموزش چیزی نیست که هم تو بگیم و بگذاریم. پس این آموزش یکیه. آموزشو دادیم، سپس باید چی کار بکنیم؟ باید این آموزشو باز ازش دور نشیم، برای نمونه آزمایش بکنیم، تمرین بدیم به بچه که سر کلاس هستی چه بکن، برو زیر میز صندلی رو بکش زیرش که همین صندلی را نره بزنه به کسی یا به خودت، هم این که زیر میز که کشیدیش خود این فشار اگه چیزی افتاد رو میز، این یاری میده به عنوان یه ستون، به نام یه ستون. پس آموزش در کودکی در آینده جای پاشو بسیار خوش میگذاره. اون نوآموزی که در اون روز بوده امروز دانشمند میشه و جای پای درستی میذاره برای ساختن و پرداختن و یاری دادن. یا اینکه میخوای خونه بسازی، هنگامی که میخوای خونه بسازی دیگه آگاه میشه. پس گامی نخست
پیشگیری که نمیتونیم بکنیم، پیشبینی هم نمیتونیم بکنیم، پیشگیری از آسیب دیدن. چند تا فیلم رو نگاه میکنیم، دوباره من باز میگردم و دنبالی سخن رو میگیرم. You don't take earthquakes seriously, you can get injured or killed. Earthquakes can happen anytime, anywhere, and in any type of weather. I got hurt a lot. Press take your help. Shh, we need to listen in case there's another emergency. Oh look, my mom! Wait, we have to stay with our class during an earthquake drill. Indo, Finn. نمونه بود از نمونه های گوناگونی که به بچه ها آموزش میدن از دبستان و بهشون می آموزن که نه اینکه خودتون رو نگه دارید، که پس از زمین لرزه هم پراکنده نشید. هر جا برید، بیایید برید بیرون، در یک جایی بیستید که برای نمونه زیر درخت نیستید، زیر تیر چراغ نیستید، زیر ساختمون بلند نیستید و یک جایی هست که بازه داشته. خب این بچه‌ای که در این سن آموزش دید باید دنبال بشه، باز در دوره دبستان دنبال بشه و دبیرستان دنبال بشه دیگه، دانشگاه که دیگه فنی میشه و مهندس میشه و نقشه کش میشه و نمیدونم کارگر فنی میشه. خب خود ما بزرگترها هنگامی که در یک جای زمین لرزه خیز زندگی میکنیم، آیا درباره زمین لرزه و این که ما در جای زمین لرزه خیز زندگی میکنیم چیزی میدونیم؟ آیا آگاهی بسنده داریم؟ آیا کتابی خوندیم؟ اینکه سخن از خواندن میاد و آگاهی پیدا کردن تنها این نیست که داستان بخونیم و نمیدونم رمان بخونیم و فیلم ببینیم و اینها، نه، اینها رو بیاموزیم. ما باید بمونیم، بدانیم و بخوانیم که در پیرامونمون چه هست و چه میگذره. خب در آغاز سخن گفتم جایی که برای نمونه میخوایم خونه بسازیم یا خونه بخریم، من چند تا نمونه براتون میارم. یکی اون نمونه پایین کوه ساختن. دو، نمونه های خونه هایی که در شمال دارن زندگی میکنن. میدونید که من مهندسی کشاورزی، مهندسی ماشینالات و سپس صنایع غذایی خوندم و چون در دانشگاه کشاورزی بودیم خیلی کارهای دیگه میکردم. سپس من کار روزنامه‌نگاری فنی در زمینه همین کار خودم هم کردم در ایران و بسیار بازدید داشتم. یکی از بازدیدهایی که من داشتم از گیلان و مازندران بود و چند گزارش در این باره نوشتم که سالهای 58 و 59 و 60 و اینها موقع آغاز کرده بودم به اینکه ما زمین‌ها رو داریم احیا می‌کنیم. نخست آغاز کردن جنگل ها رو از میان بردن که زمین احیا میکنیم و داریم برای نمونه گندم میکاریم و به خودکفایی میرسیم از این داستان ها. خب ببین داستان چی هست. در دامنه کوها و در خود کوها و جنگل ها، جنگل ها بلنده، جنگل صاف نداریم که ما در اونجا. ببینید داستان چگونه است. اونها همه اون زیر 4-5 متر زیر سنگ صخره است، تخت سنگ های بزرگه. در درازای چند صد هزار سال و میلیون ها سال، اینطوره بگیم میلیون ها سال گذشته تا این دانه های اونجا افتاده شده، درخت ریشه بوده، اینا خود سنگا رو خورد کردن، برگ ریخته، هم سنگا خورد شدن، ریزتر شدن و سنگ ریزه شدن و شن و ماسه شدن و هم این برگ ها خودشون کارهای بیولوژیکی روشون انجام شده و خاکسازی کردن و هموس ساختن. برای که شمال خاک بسیار خوبی داره ولی خاک نرمیه. خب شما نگاه کنید که این ریشی درخت رفته توی سنگم رفته، یا اینکه 4-5 متر رفته پایین و دیگه استواره. این جنگلی که اونجا هست همه مانند یک بافت بسیار خوب و قوی همه اونجا رو پوشونده، یک
توری بسیار بسیار استوار قویه و اینها همه رو نگه داشته، جنگل هم واستاده کارش هم میکنه. گاه که میبینیم سیل میاد یک جایی رو میبره، میبینیم ای همش ابیان رفت، اون بالاها سیل نمیاد پایینا میاد، یا یه راههایی در جنگل درست میشه. خب اینها اومدن که دانش که نداشتن، فن هم نداشتن، از سرم که بهره نمیگرفتن، از روی سر بهره میگرفتن و از آدمای بی سواد و آدمای ببخشید کلاهبردار که نمونه دارم براتون میگم. خب اینا هنگامی که اومدن این کار کردن چه شد؟ اینها اومدن گفتن که این جنگلا رو برمی‌داریم، ما گندم می‌خوایم، درخت می‌خوایم، چیکار کنیم؟ این چون دانش نداشتن نمی‌دونستن که این برای طبیعت خوبه، چه کارهای زیادی که امروز جایی سخنش نیست می‌کنه برای طبیعت، هوا رو درست می‌کنه، اون کوه‌ها رو، صخره‌ها رو استوار می‌کنه که برای جنگل و برای گیاه و اینها.